طالبان سه تن را در غور به اتهام همکاری با جبهه مقاومت بازداشت کردند. پنج مسافر هزاره در شارای سمنگان بلخ تیرباران شدند. تیرباران هزاره ها در سمنگان، محقق، طالبان مسئولند و باید پاسخ بدهند. و همچنان در پایان، افشای رازهای وحشتناک درباره مارشال دوستم توسط نظام الدین قیصری. مشروع خبرها، گزارش از خبرگزاری روزنامه 8 صبح. طالبان در غور سه تن را در ولسوالی لعل و سرجنگل و اتهام همکاری با جبهه مقاومت ملی بازداشت کردند. طالبان در ولسوالی لعل و سرجنگل روز سه شنبه ششم سور ادعا کردند که پس از درگیری مسلحانه فردی را به نام دوستم که منتسب به جبهه مقاومت ملی است با افرادش دستگیر کردند. اما شمار از باشندگان این ولسوالی می گویند که هیچ جنگ صورت نگرفته است. به گفته آنان طالبان دوستم و دو تن دیگر را به اتهام همکاری با جبهه مقاومت ملی دستگیر کردند. باشندگان این ولسوالی تاکید می کنند که آنان خواستار جنگ نیستند و زمین رو باید جان مال مردم مسون باشد. گفتنی است که لعل و سرجنگل از جمله ولسوالی های هزارنشین ولایت غور است. اکثریت مردم این ولسوالی پیشه دهقانی دارد و مصروف زراعت و مالداری هستند. این رویداد در حال رخ داده است که شب گذشته 5000 در ولسوالی دره صوف ولایت سمنگان از سوی افراد ناشناس تیرباران شدند. پنج مسافر هزاره در شارای سمنگان بلخ تیرباران شدند. گزارش از روزنامه 8 صبح. منابع در ولایت سمنگان میگویند که 5 تن از باشندگان ولسوالی دره صوف بالای این ولایت از سوی تفنگداران ناشناس تیرباران شدند. این 5 مسافر حوالی ساعت 6 شام روز سه شنبه ششم سور هنگام سفر به طرف بلخ از سوی تفنگداران ناشناس برگبار بسته شدند. منابع محلی در ولسوالی دره صوف بالا به روزنامه 8 صبح میگوید که موتر حامل این مسافران هنگام عبور از ولسوالی کشنده ولایت بلخ از سوی تفنگداران ناشناس متوقف شده و سپس 6 مسافر به شمول راننده تیرباران میشوند. در نتیجه این رویداد 5 تن از مسافران به شمول راننده موتر کشته شده است و 1 تن دیگر زخم برداشته است. طالبان تا کنون در این مورد بر رسانه ها چیزی نگفته است. همچنان محمد محقق: طالبان مسئولن و باید پاسخ دهند. محمد محقق رهبر حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان از تیرباران 6000 در منطقه ریگ دره صوف خبر داده است. رهبر حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان امروز چهارشنبه 7 سور قتل این 6 تن را به تروریست‌ها نسبت داده و گفته است که آنان یک راننده ملکی را با 5 تن دیگر به قتل رساندند. آقای محقق افزوده است که مسئولیت تامین امنیت مردم بر دوش طالبان است و آنان باید پاسخگوی این فاجعه باشند. او سخن انعام الله سمنگانی معاون سخنگوی طالبان را نقل قول کرده است که گفته بود گروه تروریستی داعش در هیچ نقطه از کشور حضور علنی و فیزیکی ندارد. محقق از این سخنگوی طالبان پرسیده است پس مسبب این گونه جنایت‌ها چی کسی می باشد؟ رهبر حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان از افراد کشته شده به نام های خیرالله ولد محمد رحیم از نوامد، غلام سخی ولد چمن از نوامد، خلیفه سرور ولد سفر از نوامد، محمد یونس ولد محمد علی از شب باشک و باز محمد از علی خواجه بلند یاد کرده است. این رویداد در حال رخ می دهد که پیش از این حملات انتحاری زیاد علیه هزاره های افغانستان انجام شده. از هفته گذشته انفجار در مسجد شیعیان در مزار شریف و انفجارهای دیگر در غرب کابل باعث کشته شدن ده ها تن و زخمی شدن صدها تن دیگر شد. حمله بر مسجد شیعیان در مزار شریف مرکز ولایت بلخ را داعش بر عهده گرفته است. دوستم و هزاران ادعا از اختطاف تا همسویی با داعش. هزارستان انترنشنال. در این اواخر دامنه انفجار و انتحار گسترش یافته است و خصوصا شیعیان هدفمندانه در ولایت‌های مختلف مورد حمله قرار گرفتند. از سوی هم به تازگی عبدالرؤوف کوچک از بند اختطافگران آزاد گردید. این حملات و اختطاف‌ها هم رد پاهایی را افشا کرده که نشان می‌دهد پشت پرده دست‌های مارشال دوستم وجود دارد. نظام الدین قیصری از چهره های نزدیک به دوستم و از قماندان های سابق حزب جنبش گفته که تمام ترور و اختطاف کار دوستم است و همزمان با این گفته می شود که دو روز پس از آزادی عبدالرؤوف جا
جزئیات جدید به دست آمده است که نشان می‌دهد افراد نزدیک به ماشال دوستم در اختطاف دست داشتند. دریافت 250 میلیون دلاری دوستم از انگلیس برای نامن کردن شمال و همچنین این که چند قبل دفتر مبارزه با تروریسم وزارت خارجه آمریکا افشا کرد که ثناءالله غفاری ملقب به شهاب المهاجر محافظ رهبر شاخه خراسان داعش محافظ مارشال دوستم بود. ارتباط نزدیک دوستم با رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه نیز دلیل بر این داعش پروری دوستم است و بیان می کند که او را از عامیان سرسخت داعش در شمال افغانستان به شمار می رود. زیرا اردوغان خود را از حامیان درجه یک ترورستان داعشی بوده که اسناد و شواهد فراوان پیرامون آن وجود دارد. حالا که نزدیکترین شخص به دوستم می گوید که او در تمام ترور اختطاف دست دارد و اسناد و شواهد که نشان دهنده همکاری او با داعش می باشد از هر من شمس است و حقیقت را بیان می کند که مار به نام دوستم در آستین کشور به نام افغانستان است که هر لحظه نیشش بر بدن این سرزمین خلیده و زهرش را می ریزد. مردم افغانستان باید در نخست دشمنان داخلی و مارهای آستینی مثل دوستم را بشناسند تا را برای بیرون رفت از معضلات هموار گردد. منبع هزار سال انترنشنل. فصل استبداد و آسانسور، تحلیل و یادداشت روزنامه 8 صبح کابل. در 24 اسد سال گذشته طالبان کابل را تصرف کردند. دقیقاً 6 روز پس از ورود آنان، رئیس اطلاعات و فرهنگ ولایت پروان برای نخستین بار با روزنامه نگاران و رسانه ها در این ولایت دیدار و با آنان دیکته کرد که رسانه ها از این پس باید مطابق شریعت اسلام نشرات داشته باشند، خلاف منافع ملی حرف نزنند و نشر صدا و تصویر زنان ممنوع است. پس از پروان، رئیسان اطلاعات و فرهنگ ولایت های جوزجان و فاریاب نیز همین حرف ها را در جلسات جداگانه برای خبرنگاران و مسئولان رسانه ها دیکته کردند. این رویکردها به مرور زمان در دیگر ولایت‌ها نیز دیده شد. در تمام نشست‌هایی که با مسئولان رسانه‌ها گرفته می‌شد، از رسانه‌ها و خبرنگاران خواسته می‌شد که پیش از نشر گزارش‌هایشان آن را با ریاست اطلاعات فرهنگ ولایت‌ها در میان بگذارند و سپس نشر کنند. تلویزیون ملی افغانستان یک شبه تغییر کرد. زنان از پرده تلویزیون گم شدند و فضا را ملاها و مولوی‌ها گرفت. اما آنچه در خور تعامل است استفاده آنان از رسانه هاست. ریاست استخبارات طالبان بخشی را برای نظارت از مطبوعات و رسانه ها اختصاص داده است. جزئیات این خبر را می توانید در ویدئوی دیگر ببینید. سپاس که تا این دم با ما بودید. برای ویدئوهای بیشتر و تازه ترین خبرها کانال ما را سابسکرایب، ویدئوهای ما را لایک و با دوستانتان به اشتراک بگذارید. شب و روزتان خوش.